اظهارات ضد فرانسوی معاون نخست وزیر ایتالیا جنجال برانگیز شد. لوجی دی مایو معاون نخست وزیر ایتالیا در اظهارات شدید و لحنی خطاب به مکرون رئیس جمهور فرانسه از آنچه ادامه سیاست‌های استعماری این کشور در آفریقا خواند انتقاد کرد. Come la Francia stampando una moneta per 14 stati come quelli africani. فرانسه کشوری است که برای 14 کشور آفریقایی اسکناس منتشر می‌کند و در کنار آن ثروت این کشورها را هم از آنها می‌گیرد. به همین دلیل که آفریقایی‌ها وادار می‌شوند برای فرار از شرایط سخت اقتصادیشان از طریق دریای مدیترانه خود را به سواحل ایتالیا برسانند. اتحادیه اروپا باید فرانسه را تحریم کند، چرا که هیچگاه استثمار آفریقا را متوقف نکرده و عامل اصلی فقر در این قاره است. در همین حال وزارت امور خارجه فرانسه نیز در اعتراض به آنچه مواضع خصمانه معاون نخست وزیر ایتالیا در قبال این کشور گفته شده، سفیر ایتالیا را در پاریس احضار کرد. Il fatto che il governo francese abbia chiamato l'ambasciatrice italiana per احضار سفیر ایتالیا به وزارت خارجه فرانسه در حالی صورت می‌گیرد که این کشور برای منافع خود از هیچ کاری در کشورهای آفریقایی فروگذار نیست. فرانسه حتی 8 سال پیش لیبی را برای تسلط بر گاز و نفت آن بمباران کرد و فاجعه آفرید. در چند ماه گذشته موضوع آوارگان و مهاجران سرگردان در دریای مدیترانه به عنصر مهم تنش‌ساز میان دو کشور تبدیل شده و حمایت برخی از دولتمردان ایتالیایی از جنبش جلیق زردها در فرانسه باعث خشم بیشتر پاریس شده است. هرچند بین ایتالیا و فرانسه به عنوان دو کشور همسایه و مهم اروپایی همواره و به صورت سنتی رقابت در تمامی زمین‌ها وجود داشته، اما با روی کار آمدن دولت ائتلافی و راستگرای ایتالیا در سال گذشته میلادی و همچنین با نزدیک شدن انتخابات پارلمان اروپا این رقابت‌ها به تنش تبدیل شده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.